خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. هیئت عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد گردانهای اپوزیسیون سوریه در غرب درعا به گردان توپخانه نظامیان اسد تهاجم کرده و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند. در اطراف شهر مورک نیز دو تانک نظامیان اسد را منهدم کردند. از سوی دیگر انقلابیون سوری 250 تن از نظامیان اسد را در منطقه‌ای در درعا محاصره کردند. این پایگاه تنها مرکز نظامی رژیم سوریه در منطقه به شمار می رود. انقلابیون سوری گفتند هدفشان از این عملیات آزادی زندانیان زندان مرکزی و باز کردن دروازه شرقی درعا است که به آنها اجازه می دهد در طول مرز اردن سوریه در استان درعا جابجا شوند. کمیته‌های هماهنگی انقلاب سوریه اعلام کردند نظامیان اسد و حزب الشیطان پس از تهاجم به روستای الزراره در حومه خونس دست به کشتار دست جمعی اهالی زدند و ده‌ها تن از آنها را اعدام خیابانی کردند. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه‌ای با محکومیت این جنایت تأکید کرد این جنایت نتیجه کوتاهی جامعه بین‌المللی در حمایت از غیر نظامیان است. از سوی دیگر بمباران و گلوله باران شهرها و مناطق مختلف سوریه توسط نظامیان اسد نیز به شدت ادامه دارد. در نتیجه بمباران مناطق مسکونی حلب ده‌ها تن از مردم بیگناه کشته شدند. در میان کشته شدگان یک روزنامه‌نگار کانادایی نیز وجود دارد. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت اسد هزاران شبه نظامی را عضوگیری کرده تا از رژیمش دفاع کنند و این کار با تسهیلات فعال رژیم ایران صورت می‌گیرد. وی افزود ما سخت در تلاش هستیم که حمایت مالی و مادی رژیم ایران از شبه نظامیان دست نشانده در سوریه و نقاط دیگر را متوقف کنیم.